تولید گلهای روز هلندی، اما این بار در دل کویره است. گلهایی که روزگاری غریب نشین کویر بودند، حالا به همت یک جوان خوشفکر شدن بومی این دیار. خودش طراوت و شادابی رو به جامعه ای ما عرضه میکنه و جاش رو خالی دیدم توی شهرها و استانهای کشور. از سال 1384 تصمیم به این حرکت گرفتم. آقای محمودی توانسته با بهره‌گیری از شرایط خوب مناطق کوهستانی یزد بزرگترین مجموعه تولیدی گل رز رو در کشور ایجاد کنه. گیاهان متاسفانه زبانی ندارن، یعنی شما فقط باید این رو حس کنید، درک کنید، نیازهای اون رو بفهمید، بدونید دیشب چه اتفاقی براش افتاده، امروز چه چیزهایی رو نیاز داره. 2 هکتار گلخانه این جوان خلاق سالانه 1,500,000 شاخ گل تولید میکنه. دونه اونه گل داریم، مینیاتوری و روز، که روز همون به چند رنگ هست، اسمشونن وینتیج هست، جومیلا هست، سامورایی هست، ماراتین هست، لبصورتی همون هست. ابتدا به ساکن که من این کار شروع کردم توی کشور، بیشتر همه به سمت گروزهای قرمز، سفید و همون رنگهای اصلی رو آورده بودن. و زمانی که مجموعه ما با این تنوع رنگی بارش رو به استانهای مختلف به خصوص بازار تهران فرستادیم، دیگه به روزهای رنگی میشناختن این روزها رو. گلهای رنگارنگ این گلخانه با روش هیدروپونیک تولید میشه. تمام کموت بوته از طریق کود و چیزی که تو مواد حل میکنیم، انواع کودا حل میکنیم و به بوته میدیم. ما در کشت های فضای باز به ازای هر متر مکعب آب حدود 1.5 کیلوگرم محصول برداشت میکنیم. در گلخانه های معمولی یه چیزی حدود 23 کیلوگرم و در کشت های نوین به شکل NFT ما بالای 55 تا 60 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب برداشت محصول رو داریم. هم اکنون 300 نفر از طریق این گلخانه ها ارتزاق میکنن. آقای محمودی گلخونه هاشو توی روستاهای مناطق گاریزات و نیر ایجاد کرده و توانسته رونق اقتصادی خوبی در این روستاها ایجاد کنه. سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.